کمیته مرکزی حج عربستان سعودی از تدابیر اتخاذ شده برای برپایی مراسم حج امسال خبر داد. کمیته مرکزی حج عربستان سعودی از تکمیل آمادگی ها برای استقبال از حجاج خبر داده و گفته است این 60 هزار حاجی از میان 558 هزار نفری که برای حج امسال تقاضا داده بودند برگزیده شدند. این کمیته به ریاست خالد الفیصل امیر منطقه مکه مکرمه گفت که برای حجاج کارت هایی صادر شده که همراه داشتن آن برای ورود به چادرها، هتل و استفاده از وسایل نقلیه هم ضروری است و به طرفهای های با ساماندهی امور مربوط به حجاج کمک می کند. این کمیته گفت که در حوزه حمل و نقل امسال سه هزار اتوبوس برای جابجایی حجاج اختصاص یافته که به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هر اتوبوس 20 حاجی را جابجا می‌کند کمیته مرکزی حج تاکید کرد در راستای اجرای طرح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به حجاج علاوه بر درمانگاه‌های متعدد و دو بیمارستان اصلی عرفات و منا الوادی یک بیمارستان سیار هم اختصاص داده شده و تیم های پزشکی دیگری هم برای پیگیری وضعیت بهداشت و سلامت حجاج به مقرهای اسکان آنها سر میزنند تا تدابیر پیشگیرانه لازم برای پیگیری هر گونه بیماری را اتخاذ کنند بنا به اعلام کمیته حج ریاست حرمین شریفین هم با همکاری وزارت حج سعودی طرحی را برای تسهیل ورود حجاج به مسجد الحرام به منظور انجام تواف های مختلف از طریق تعیین ورودی ها و خروجی های متعدد اختصاص داده است و مسیرهای تواف اطراف خانه خدا را هم به 25 مسیر افزایش داده است. پنج هزار کارگر زن و مرد هم مسئولیت ضد عفونی کردن مسجد الحرام و سهدها و سرویس های بهداشتی آن را بر عهده دارند و بیش از 800 ویلچر برای تسهیل در جابجایی حجاج سالخورده یا ناتوان اختصاص داده شده است.